سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیو جدید. من صادق هستم و امروز قراره یک چالش قدیمی رو انجام بدیم. اون چالش چیزی نیست جز اینکه کدوم رو ترجیح میدی. این یک چالش قدیمیه. اگه توی یوتیوب حدود 2-3 سال باشین میدونی که یک دوره خیلی ترند شد و بیشتر یوتیوبرها اینو انجام دادن، ولی الان که ترند نیست خیلی دوست دارم انجام شدم، چون به نظرم خیلی فان و باحال‌تره. خیلی راحت اینو انجام بدیم. و قبلش یکم توضیح بدم، اینه که این چالش دارم از یک پیج اینستاگرامی انجام میدم و خب به نظرم یکی از باحالیاش همینه که من متفاوتش کرده. ولی قبل اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم، یادتون نره ویدیو رو حتما لایک کنید، چند بار سابسکرایب کنید و کامنت هم یادتون نره. حتما برام کامنت بذارید که دوست دارین چه جور چالشای برام براتون، از این دسته چالشا رو دوست دارین یا نه، و اینکه دوست دارین همیشه گیم باشه و یا وسطاش این چالشا رو بذارم. خلاصه اینم از این، بزنین سراغ ویدیو. لتس گو. اوکی، اون پیجی که می‌خوایم ازش چالش‌ها رو بریم و ببینیم اینه. کدوم انتخاب می‌کنی؟ ووجو رایدر یا همچی چیزایی. البته اسم پیجی چیز دیگه. استوریاشو قبلش ببینیم. اینجا داره در مورد استوریاش هم مثل همونه، ویندوز یا مک کدومو ترجیح میدید. مثلا من ویندوز، 77% با من موافق بودن. اینا کلن چیزایی که هستش، ویز یا گوگل مپ، کلن اینجور چیز هست دیگه. کدومو ترجیح میدین و بین رأی‌هایی که مردم دادن هم بهتون نشون میده. حالا بزن بریم. و اینجا بگم که توی هر یک، قبل اینکه بذار ویدیو شروع شه، هر ویدیوش، هر پستی که میذاره یک کاتگوری خاصی داره. مثلا الان این کاتگوری که داره میبینی بین گوشیاست به احتمال زیاد، و خب ممکنه فیلم باشه، انیمیشن باشه، ماشین باشه، آدمای معروف و سلبریتی ها باشن، و کلا خیلی باحاله. و شروع فعالیت این پیج الان حدود 2 ماهه، یعنی اولین ریلیزی که آپلود کرده مال 7 هفته پیشه که همون حدودا 2 ماه میشه. حالا بریم اینو ببینیم. آیفون 14 یا سامسونگ؟ به نظرم آیفون رو خیلی ها بیشتر ترجیح دادن. آره، نه خیلی نبوده، 54 داشته. اپل ویژن پرو، یه توضیح در مورد این بدم. این یک هدفون واقعیت مجازیه که شما میتونید با دستتون یا لمس، مثل یک دنیای مجازی کامل دیگه. اگه فیلم چیز دیده باشین اسمش چی بود؟ Ready Player One. تقریبا مثل اونه. شما میتونی همه کار رو توش انجام بدید، تماس تصویری داشته باشین، گالری گوشیتون رو از داخل این باز کنی و همه چی جلوی چشماتونه و میتونی فضای خونه رو یا هر جایی که هستین رو ببینین. خیلی باحاله. اینو که اصلا من نمیشناسم دومی، ولی به نظرم همون اپل ویژن. بله، 73%. AirPods Pro 2. AirPods Pro یا Galaxy Buds. فکر کنم AirPod رو بیشتر ترجیح داده باشن. منم AirPod رو میگم. آره، 61%. MacBook Pro 16. MacBook. Dell XPS 15. از این MacBook واقعا خفن‌تره. 69%. 100%. Apple Watch 8. Apple Watch. Galaxy Watch. Galaxy Watch. نگاه کن، Galaxy Watch رو من بیشتر دوست دارم. حالا بذار من دلیل منطقیمو بهتون بگم. به خاطر اینکه گرد صفحه نمایشش، مثل الان این چاکی که دست منه، کلا ساعتی که گردن من خیلی بیشتر دوست دارم، ولی به نظرم Apple Watch بیشتر رأی داشته. ببینیم. 100%. 75%. خیلی زیاد. خب این هم از این. لایکش هم میکنیم. بریم بعدی. 10 میلیون دلار. یا سفر در زمان به 2013. 2013 من سنم کم بوده و خب هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده، و اگه توی این سنم 10 میلیون دلار داشته باشم واقعا دیگه نیازی نیست هیچ کاری کنم. 100% 10 میلیون. واقعا گفتن سفر به 2013 پشمام ریخت. Daytime forever or nighttime forever. برای همیشه روز باشه یا برای همیشه شب باشه؟ به نظرم وای به شب و مردم بیشتر دوست دارن. درسته، آرامش بیشتری توشه. 100 تا بیت کوین یا 20 کیلو طلا. خب 20 کیلو طلا فکر کنم ارزشش بیشتر باشه، شادم نباشه، ولی خب به نظرم یه چیز راحت تره. یه خونه توی دبی داشته باشیم یا توی نیویورک؟ به نظرم نیویورک خفن تره. 60%. Home bar. خب هوم بار میشه جایی که میتونی مشروب و این داستانا رو بخوری، یا تئاتر که به نظرم خیلی منطقی تره تئاتر داشتن تا بار بود. کدوم ترجمه میدیم؟ خب اینجا در مورد قدرت هایی که آدم ها میتونن داشته باشن، میگه قدرتی داشته باشی که ذهن رو بخونی، یا میگه قدرت اینه که تلپورت کنی. ببین واقعا جفتشون خفنه، اینکه ذهن یه نفر رو بخونی یا اینکه تلپورت کنی. تلپورت چه چیز باحالی داره؟ اینه که میتونی بری راحت پیش یکی که دوستش داری، میتونی بری ببینیش، یا اینکه مثلا چه میدونم میتونی توی جاهای مختلف بری، میتونی یه راست بری مثلا سر اهرام سراسری مثل وایسی. خب ولی خب خوندن ذهنم خیلی باحاله، نمیدونم واقعا، من جفتشو دوستم، انصافا جفتشو دوستم، ولی اگه بخوام انتخاب کنم ذهن خوندن. واقعا ذهن خوندن کمتر بود.
کنترل رد و برق یا سفر در زمان، سفر در زمان، سفر در قدرت پرواز یا نفس کشیدن توی زیر آب. به نظرم پرواز کردن میتونه خفن تر باشه. پرواز 100%. اوکی، این یکی خیلی خفنه و منم قبلا یه جایی دیده بودم، البته رعیاشو نمیدونم چیه. میگه که بتونی با حیوانات صحبت کنی یا اینکه تمام زبونهای دنیایی که انسانها میتونن حرف بزنن بتونی حرف بزنی. یا کن اگه تو انگلیسی بلد باشی همه جا به کارت میاد تقریبا و میتونی راه بندازی کارتو، ولی اگه بتونی با حیوانا صحبت کنی تو یک لول دیگه ای. به نظرم حیوانا حداقل کمی بیشتر بود. وای، اینو خیلی دوست دارم. بتونی آتیش رو کنترل کنی یا آبو. ببین واقعا جفتش خفنه، ولی نمیدونم، مثل آواتار بود، انیمیشن آواتار، آتش افسار باشی یا آب افسار. سخته، شاید آتش افسار. مردم بیشتر گفتن آب. اوکی بریم بعدی. اوکی این سریالیه. خب کدوم؟ Game of Thrones یا Breaking Bad؟ من میگم ناکو Game of Thrones فصل آخرش همه اون قبول داریم خراب کرد. خب Breaking Bad از اول تا آخرش عالی بود، ولی اون هیجانی که توی فیلم‌ها یا سریال‌های تخیلی اصلا نداشته، ولی باز با این حال من میگم Breaking Bad. Breaking Bad. Daenerys Targaryen Khaleesi or Jon Snow. کدوم؟ مادر اژدها یا جان استون؟ به نظرم جان استون باحال‌تر بود خیلی. آره. آریا استارک. اوکی. بریان اف تارث. کدوم یکی؟ جفتشون به نظرم باحال بود. الان نقشاشون هم یادمه که این محافظش بود و اینو همراهی می‌کرد توی یه جاده‌ای. نمیدونم واقعا، ولی قدش هم میدونی که خیلی بلند بود، حدود فکر کنم 2 متر قد داشت. تیریون لانستر اور سرسی لانستر. اصلا 100%، 100% اون مرده. اصلا همه تون اگه دیده باشین میدونی چی میگم. من فکر میکردم این در مورد سریال ها باشه، ولی داره در مورد بازیگرای گیم آف ترونز از اصلا انجام میکنه. خیلی خوب، من زیاد نظری نداشتم در مورده. کدومو ترجمه میدی؟ میگه تور به سفر به تایتانیک، یعنی که با یه توری برید به تایتانیک، یه زیردریایی شخصی داشته باشه یا حالا همچی چیزایی، یا اینکه 250,000 تو کش بهت بدن. به نظرم تایتانیک زیاد چیز باحالی نمیتونه باشه. اتفاقا اگه یه تور زیردریایی باشه بیاری زیر دریا رو ببینی، من بیشتر جذب میشم تا اینکه بخوای بری خود تایتانیک رو ببینی. پس ترجیح میدم که 250,000 تا کش داشته باشم. 100%. تایتانیک مووی اور دی شاوشنگ ریدمشن. او این خفنه. فیلم رستگاری در شاوشنگ یا فیلم تایتانیک؟ لکن رستگاری در شاوشنگ خیلی فیلم خفنی بود و پایانش یک پایان منطقی بود و دریوری نبود. تایتانیک به نظرم خیلی رومانتیکه و من فیلمای رومانتیک واقعا نیستم. پس به نظرم رستگاری در شاوشنگ. مردم با من هم نظر بود. تور باز به تایتانیک. تور به ماه. ببین اصلا 100% تور به ماه. اصلا این تور به ماه خب با هر چیزی بذارن مطمئنا میگم تور به ماه. اصلا بدون شک. حاجی 93% واقعا باید همین شه. میگه پول نامحدود یا زندگی نامحدود. پول نامحدود داشت تو، مثلا اگه چه میدونم 80 سال عمر کنی میتونی هر کاری بخوای بکنی، ولی اگه تو یک زندگی نامحدود داشته باشی نتونی اونجوری که بخوای، شبیه جهنم میشه برات. یه کوسه حیوان خونگیت باشه یا یه ببر؟ خب ببر 100% کوسه رو چیکارش کنم؟ دقیقا خیلی باحاله. بریم یه دوتا دیگه هم بریم. کدومو درجه میدی؟ ببین اینه که 100% من میدونید کدوم میخوام بگم. هوم کازینو، کازینو به جایی که میگن شرط بندی میکنن، کارت بازی میکنن، چه میدونم جوکر بازی میکنن، این داستانا، یا گیمینگ روم. 100% گیمینگ روم. 88% بنازم. سوپر کارز. ماشینای خفن یا ماشینای خفن سوپر کلاس میشه. ماشینای سوپر کلاس همون دیگه، نمیدونم، ماشینای جدید نسبتا مثل مکلارن و فراری این داستانا، یا ماشینای کلاسیک. من میگم کلاسیک، ولی مطمئنا سوپر کار بیشتره. آره منطقی تره. 100% 20 کیلو طلا. اصلا اون ساعت چقدر میخواد بیارزه؟ از 20 کیلو طلا بیشتر میارزه؟ اوکی اینو قبلا داشتیم. آها اون نیویورک بود، ولی خب بازم لاس وگاس به نظرم خفن تر. زندگی تو آمریکا اینم قبلا داشتیم. تئاتر خونگی به نظرم خفن تره. 74%. یکی دیگه بریم. اوکی این انیمیشن فکر میکنم.
گربه چکمه پوش یا پاندای کنفوکار. نگاه کن، گربه چکمه پوش خیلی خفن بود، ولی 100% پاندای کنفوکار. 100%. 71% با من بودن. راتاتوی یا این دومی که اصلا به درد نمیخوره، اصلا ندیدم، ولی راتاتوی خیلی بیشتر دوستم. 100%. Wreck-It Ralph or Mario Bros. ناکن رالف خرابکار یا ماریو. ناکن ماریو گیمش خیلی خفن بود، انیمیشنش هم بد نبود اونجوری که من نگاه کردم، یه ماه پیش یا دو ماه پیش نگاه کردم، ولی رالف خرابکار توی انیمیشن واقعا به نظرم خفن تره. 62%. Inside Out or Coco. اینم واقعا سخته. بیرون و درون یک ذهن بچه بود که حالا اون حسا رو داشت، بکنم همه تون دیدیم با کوکو. ناکن بیرون و درون فکر کنم بیشتر تحسین شد یا بیشتر معروف شد، ولی من میام کوکو. کوکو خیلی به نظرم باحال تر بود. من حالا مردم با من هم نظر نبودن. حالا بذار این دلیل منطقیمون بهتون بگم. من آدمیم که انیمیشن و فیلم های موزیکال نگاه نمی کنم، ولی کوکو انیمیشن و تنها انیمیشنی بود که من نشستم نگاه کردم و با عشق نگاه کردم چند بار، حتی با اینکه موزیکال بود. خیلی باحال بود. والی Or up. وای این هم خیلی سخته. من عاشق فیلم های فضایی هم، هر چیزی که خارج جو زمین باشه. والی و آب هم تقریبا شبیهش بود. چرا؟ چون اینکه اینا میرن اصلا یک مکان ناشناخته و اینجور داستان ها. من میگم آب. آب به نظرم خیلی باحال بود. با من هم نظر بودن. یکی دیگه بریم. خیلی باحاله. اوکی این فکر کنم فیلم های ترسناکه. اسکریم یا هپی دث دی. به نظرم اسکرین بالتره. من دیدم آره. 81%. چاکی یا آنابل. آنابل 100% ترسناک‌تره. چاکی به نظرم زیاد ترسناک. چاکی بیشتر چندش، ولی آنابل با روح روانت هم بازی میکنه. آنابل. The Black Phone or Smile. اوکی این جفتش فیلم‌های خفنی و جدیدی بودن. خب از نظر ترسناکی اسمایل یکم ترسناک‌تر بود، ولی از نظر کیفیت ساخت و اینجور داستانا که با مغزت بازی کنه، بلک فون به نظرم باحال‌تر بود. ولی به نظرم بلک فون. خب اسمایل توی ترسناک بودن، اسمایل ترسناک بودن. شاینینگ یا جنگیر. نگاه کن جفتشون کلاسیکن، جفتشون خفنن. توی ترسناکی 100% جنگیره، ولی توی ساخت و کیفیت و اینجور داستانا به نظرم شاینینگه. آره. Terrifier or it. ایت رو دیدم، Terrifier ندیدم. ایت زیاد ترساک نبود، ولی خیلی به ایت رایت دایم. این هم از این ویدیو، امیدوارم ازش لذت برده باشین. خیلی خیلی پیج باحالیه. پیجش هم براتون گذاشتم، میتونید برید فالوش کنین و هر ویدیو جدیدی که میذاره و خودتون باش تست کنید و ببینید مردم چه نظری داشتن و نظر شما چیه. من که خیلی دوست داشتم و خوشحالم که این ویدیو رو رکورد کردم و امیدوارم شما هم لذت برده باشین. اگه چالش های اینطوری باحال سراغ دارین، حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا من بتونم ویدیوشو برای شما رکورد کنم. لایک و کامنت و سابم یادتون نره. و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بوس بای.